کارهایی را انجام دهید که از آنها واهمه دارید و ترس را در وجود خود نابود کنید. درس 10. با احساس ترس خود مقابله کنید. روزی در جایگاه مخاطبین نشسته بودم و به سخنان انگیزشی جیل گوش می دادم. تا جایی که به خاطر می آورم یکی از جملات او زندگی مرا تغییر داد. آن روز جیل سخنرانی فوق‌العاده‌ای را اجرا کرده بود. او جملات ارزشمند بسیاری را بیان کرده بود، اما یکی از جملات او شاهکار و فوق‌العاده بود. متن جمله از این قرار است: اگر می‌خواهید موفق شوید، باید مشتاقانه در موقعیت‌های سخت قرار بگیرید. من هرگز سخنان او را فراموش نمی‌کنم. حق با جیل بود. برای دستیابی به اهدافتان باید توانایی‌های خود را در نظر گرفته و در موقعیت‌های سخت قرار بگیرید. باید کارهایی را انجام دهید که از آنها واهمه دارید. این گونه است که می توانید استعداد و توانایی‌های خود را گسترش دهید. به نظر ساده است، اینطور نیست؟ سوال این است که اکثر افراد به هنگام قرار گرفتن در موقعیت‌های ترسناک یا فعالیت‌های جدید چه کاری انجام می‌دهند؟ آنها به خاطر ترسی که دارند عقب نشینی می‌کنند و کاری انجام نمی‌دهند. از این موضوع مطمئنم، برای اینکه به مدت 30 سال این کار را انجام می‌دادم. بدون شک باید بگویم که این عمل استراتژی مناسبی نیست. فرد موفقی را به من نشان دهید و من نیز فرد موفقی را به شما نشان خواهم داد که با ترس خود مقابله می کند و مسئولیت انجام کار را به عهده می گیرد. در زندگی از هیچ چیز نباید ترسید، فقط باید آن را درک کرد. ترس و واهمه خود را کنترل کنید. آیا تا کنون قبل از اینکه بخواهید چالش جدیدی را آغاز کنید، دچار ترس و اضطراب شده اید؟ آیا این ترس شما را از انجام کار منع کرده است؟ مطمئن هستم که این موضوع را تجربه کرده اید. ترس بخشی از وجود بشر است. البته آستانه ترس در افراد متفاوت است. برای مثال ممکن است فردی از سخنرانی در مجمع عمومی یا شروع کسب و کار جدید واهمه داشته باشد. ممکن است فرد دیگری از پرسیدن تاریخ یا آدرس واهمه داشته باشد. در صورت داشتن چنین ترس‌های جزئی و احمقانه‌ای، این بخش از درس به شما تعلق دارد. هنگامی که در مورد مقابله با ترس صحبت می کنم، منظورم این نیست کارهایی از قبیل پرش یا سقوط آزاد از صخره را انجام دهید تا به سلامت و جسم شما صدمه بزند. من نیز از انجام چنین کارهایی واهمه دارم و هیچ تصمیمی برای انجام آنها ندارم. موضوع مورد بحث من این است تا کارهایی را انجام دهید که موجب رشد فردی و حرفه‌ای‌تان شود. این مسائل موجب ترس و واهمه‌تان می شود. اما اگر می خواهید به اهداف خود در زندگی دست یابید، باید در صورت لزوم با ترس خود مقابله کنید. منطقه امن. زمانی که ترس و اضطراب را به سمت خود فرا می خوانید، بدان معناست که از منطقه امن خود خارج شده اید. اجازه دهید روی این موضوع مهم و اهمیت آن در موفقیت و رشد توانایی هایتان بیشتر متمرکز شویم. همه ما دارای منطقه امن هستیم
منطقه‌ای که برای همه ما آشناست و در آن احساس راحتی و امنیت می‌کنیم. منطقه امن خود را همانند دایره تصور کنید. فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که درون این دایره وجود دارند امن و آشنا هستند. این فعالیت‌ها بخشی از زندگی روزمره شما می‌باشند. کارهایی که بدون هیچ گونه زحمتی انجام می دهید. این بخش شامل فعالیت هایی از قبیل گفتگو با دوستان، همکاران و مشغله های کاری است. غالباً با چالش ها و تجربیاتی که خارج از این محدوده وجود دارند روبرو خواهید شد. این گروه با علامت XS در نمودار نمایش داده شده اند. هر چقدر نشانه ایکس از دایره دورتر باشد، ترس شما برای مقابله با انجام کار بیشتر می شود. زمانی که با مسائلی برخورد کردید که خارج از این منطقه بود، ناگهان احساس اضطراب به شما دست می دهد. کف دستتان خیس می شود و ضربان قلبتان بالا می رود، و حس نگرانی شما آغاز می گردد. آیا می توانم این احساس را کنترل کنم؟ آیا مورد تمسخر دیگران قرار می گیرم؟ خانواده و خیشان در مورد من چه خواهند گفت؟ علامت ایکس در نمودار نشانه چیست؟ یا به عبارت دیگر چه چیز مانع تحقق اهداف و دستیابیتان به موفقیت می شود؟ آیا این موضوع ترس از داشتن تصوری جدید است؟ آیا از تغییر شغل می ترسید؟ آیا از یادگیری مهارت جدید می ترسید؟ آیا از رفتن به مدرسه واهمه دارید؟ آیا از اینکه نظرات خود را در اختیار دیگران قرار دهید واهمه دارید؟ آیا اینکه در مجامع عمومی صحبت کنید واهمه دارید؟ مهم نیست علامت ایکس بیانگر چه چیزی است. فقط با خودتان صادق باشید و آن را بپذیرید. حدس می‌زنم هزاران یا شاید صدها نفر از افراد ترس‌های مشابه ترس شما داشته باشند. اجازه دهید نگاه دقیق‌تری به ترس‌های اکثر افراد داشته باشیم. رایج‌ترین ترس‌ها. در طول جلسات خود برگه حاوی شاخص‌هایی را در اختیار اعضا قرار می‌دادم و از آنها درخواست می‌کردم تا در این برگه ترس‌هایی را که مانع پیشرفت فردی و حرفه‌ایشان می‌شود یادداشت کنند. سپس برگه را جمع‌آوری کرده و با صدای بلند می‌خواندم. حدس می‌زنید افراد در این برگه ها چه چیزهایی می نوشتند؟ بدون در نظر گرفتن موقعیت های جغرافی و حرفه‌ای افراد، پاسخ های اکثر آنها مشابه یکدیگر بود. در قسمت زیر رایج ترین ترس هایی که توسط این افراد نوشته شده است را بررسی می کنیم. 1. ترس صحبت در مجامع عمومی یا ارائه مطلب. تقریبا در هر گروه از افراد این نوع ترس در رده اول قرار دارد. تعداد کثیری از افراد واهمه دارند تا در میان گروهی از افراد صحبت کنند. 2. ترس شنیدن کلمه نه یا مخالفت با نظرات. این پاسخها در میان فروشندگان بسیار رایج است، به ویژه کسانی که ارتباط‌های سردی با دیگران دارند. 3. ترس تغییر شغل یا شروع کسب و کار جدید. طی سال‌ها متوجه شدم که تعداد کثیری از افراد با این ترس مواجه می‌شوند. امروزه کارگران زیادی در شرکت‌های آمریکایی وجود دارند که از حرفه خود ناراضی هستند و از محیط کاری خود رضایتی ندارند، اما واهمه دارند تا در این رابطه کاری انجام دهند. 4. ترس گفتن خبرهای بد به مدیران و مسئولان.
خبرهایی که مدیران یا مسئولان تمایل به شنیدنشان نشان نمی دهند. این مطلب نیازی به توضیح ندارد و کاملا مشهود است. 5. ترس گفتگو با افراد بالادست. تعداد زیادی از کارگران و حتی بعضی از مدیران از گفتگو با مدیران اجرایی شرکت واهمه دارند. آنها حتی نمی توانند با مدیر عامل یا معاون شرکت گفتگوی کوتاه داشته باشند. ترس آنها به این دلیل است که شاید حرفی احمقانه یا اشتباه بزنند. 6. ترس از شکست. این دسته از افراد کسانی هستند که نمی خواهند به خاطر ترس خود چیزهای جدیدی را تجربه کنند. در درس 11 راجع به این موضوع بیشتر توضیح خواهم داد. بسیار خوب، آیا ترس‌های موجود در این فهرست شما را متعجب کرده است؟ آیا در حال حاضر به ترس‌های موجود در لیست دچار هستید یا اینکه در گذشته آنها را تجربه کرده اید؟ حقیقت این است که تعداد زیادی از افراد در بخش‌های مختلف زندگی این ترس‌ها را تجربه کردند. اگر نوع ترسیدن شما در این لیست وجود ندارد، نگران نباشید. شما قوی‌تر از ترس‌های وجودتان هستید و می‌توانید بر آنها غلبه کنید. فواید فرار از ترس. زمانی که موقعیتی مضطرب کننده به وجود می‌آید، اکثر افراد به گونه‌ای خود را عقب می‌کشند تا مانع ایجاد ترس و اضطراب شوند. این همان کاری بود که من انجام می‌دادم. مشاهده می‌کنید که با فرار کردن می‌توانید از ترس و اضطراب‌هایی که در نتیجه قبول کردن انجام کار ایجاد می‌شود رهایی یابید. برای مثال اگر کسی از شما درخواست کند تا برای شرکت مطالبی ارائه داده و شما آن را نپذیرید، با این کار خود را از بیخوابی‌های شبانه ناشی از اضطراب و نگرانی نجات دادید. در حقیقت به این نتیجه رسیدم که تنها مزیت موجود در عقب نشینی اجتناب زودگذر از اضطراب است. برای چند لحظه به این موضوع فکر کنید. آیا می توانید فهرستی از دیگر مزیت‌های حاصل از فرار از ترس را تهیه کنید؟ این سوال را از هزاران نفر پرسیدم و کسی قادر نبود مزیت دیگری پیدا کند. در واقع مزیت دیگری وجود ندارد. تاوانی که باید بابت فرار از ترس پرداخت کنید. در این قسمت قصد دارم در رابطه با عواقب و تاوان فرار کردن از ترس و مشکلات موجود در مسیر پیشرفتتان صحبت کنم. این عواقب از این قرارند: اعتماد به نفستان کاهش می‌یابد، احساس ناامیدی و ضعف می‌کنید، موجب نابودی موفقیت‌هایتان می‌شوید، زندگیتان به مسیری خسته کننده و یک نواخت ختم می‌شود. آیا ارزش دارد برای فرار کوتاه مدت از ترس و اضطراب چنین چیزهای با ارزشی را از دست بدهیم؟ اکثر افراد به خاطر داشتن آرامشی زودگذر و اینکه مورد تمسخر قرار نگیرند، از جانب دیگران با اشتیاق و علاقه این کار را انجام می دهند. ای مردم، به من اعتماد کنید. این کار حماقت است. فرار کردن بهترین روش برای کنترل مشکلات نیست. اگر بر ترس‌های خود مقابله نکنید، هرگز نمی توانید به موفقیت دست یافته و استعدادهای خود را شکوفا کنید. کسی که ثروت زیادی را از دست می دهد، ممکن است ثروت زیادتری را از دست دهد. کسی که یک دوست را از دست می دهد،
ممکن است دوستان بیشتری را از دست دهد. اما کسی که شجاعت خود را از دست دهد، همه چیز را از دست می دهد. استراتژی هایی که در دوران دبیرستان به کار می بردم. دوران دبیرستان بسیار خجالتی بودم و حس خوبی از خودم نداشتم. اما وقتی از فردی درخواست دوستی می کردم، مورد بی‌اعتنایی قرار نمی گرفتم. اگر اکنون نگاهی به من بیندازید، احتمالاً با خود می گویید ظاهر بدی ندارد، اما تام کروز هم نیست. استراتژی من واقعا ساده است. مشاهده می کنید به کسی اجازه نمی دادم تا به من بی‌اعتنایی کند. کاری که انجام می دادم چه بود؟ من نسبت به خودم احساس بدی داشتم. می دانستم به کلی نابود شدم. احساس ناتوانی می کردم و همانطور که متوجه شده اید روابط اجتماعی کاملی نداشتم و مانع تحقق موفقیت های خود شده بودم. به دلیل اینکه از مقابله با ترس های خود واهمه داشتم. من در حاشیه قرار می گرفتم در حالی که اکثر دوستان و همکلاسی هایم در شرف ازدواج بودند. فکر می کنید چه احساسی داشتم؟ همانطور که انتظار دارید بسیار ناراحت می شدم. من در طول زندگی خود دوستان کمی داشتم. اما این روابط از جانب دیگران ایجاد می شد. من به کسی اجازه نمی دادم که به من نبگوید. در واقع من به خودم نمی گفتم. آیا متوجه شده اید که استراتژی فرار از ترس چگونه بر علیه من به کار رفت؟ حال به این واقعیت دست یافتم که اگر در دوران دبیرستان از افراد درخواست دوستی می کردم، ممکن بود پاسخ بعضی از آنها نباشد. اما می دانید چه اتفاقی می افتاد؟ من تسلیم نمی شدم و سراغ فرد دیگری می رفتم و تا زمان گرفتن پاسخ مثبت به کار خود ادامه می دادم. قبل از اینکه وارد دانشگاه شوم کم کم یاد گرفتم که با ترس از بی‌اعتمادی مقابله کنم و کمی اعتماد به نفس به دست آورم. از اقبال خوبی که داشتم در دانشکده حقوق با دولورس آشنا شدم و مدت 18 سال است که با هم ازدواج کرده ایم. زندگی جدید. من تفاوتی با شما ندارم. من نیز هم‌آمدند شما از بعضی چیزها واهمه دارم و زمانی که به 30 سال قبل باز می گردم می دانید متوجه چه چیزی می شوم؟ فردی را می‌بینم که به عنوان یک وکیل به موفقیت دست یافته است، اما از سوی دیگر نیز فردی را می‌بینم که خجالتی مضطرب، ترسو و نگران است. آیا چنین فردی شبیه به سخنران انگیزشی است که اکنون می‌شناسید؟ چیزی که موجب شد زندگی من تغییر کند و در مسیر تکامل پیش رود این بود که آموختم با ترسهای خود مقابله کنم و مسئولیت پذیر باشم. پس از سالها زندگی در یأس و ناامیدی آموختم که با پنهان شدن پشت ترسهای خود نمیتوانم به جایی برسم. البته اگر نگرش مثبت خود را تقویت نمی کردم نمیتوانستم با ترسهای خود مقابله کنم. نگرش خواستن توانستن است. به من نیروی داد که برای تحقق اهدافم به آن نیاز داشتم. هنگامی که توانایی های خود را باور کنید، علی‌رغم ترس‌های موجود، شجاعت لازم برای دستیابی به اهداف خود را به دست می آورید. با نگرش خوبی که به دست آورده بودم تصمیم گرفتم در زندگی سهیم شوم و با وجود ترس‌های موجود توانایی‌های خودم را کشف کنم. در شروع کار احساس خوبی به من دست داده بود.
کنترل زندگی خود را به دست آورده بودم و تمام امکانات برایم فراهم شده بود. آیا می توانید پاداشی که در نتیجه گسترش نگرش مثبت و مقابله با ترس‌های خود دریافت کرده اید را مشاهده کنید؟ موفقیت خود را بازسازی کنید. اگر شما در موقعیتی دشوار قرار دارید که هیچ گونه ترس و استرابی در آن وجود ندارد، شما با کمال میل آن را میپذیرید. اینطور نیست؟ متاسفم، اما چنین راه حل شگفت‌انگیزی وجود ندارد. من شعبده باز نیستم و نمیتوانم ترس‌های وجودتان را از بین ببرم. بنابراین چگونه می توانید شجاعت لازم برای انجام کارهایی که از آن واهمه دارید را به دست آورید؟ چه نوع ترس‌هایی برای دستیابی به موفقیت و رشد شما لازم است؟ پیشنهاد می کنم اگر دوباره در موقعیت دشوار قرار گرفتید، نگاه خود را تغییر دهید. اکثر افراد بر این باور هستند که نمی توانند در کار خود موفق شوند و ممکن است مورد تمسخر دیگران قرار گیرند. با وجود چنین نگرانی هایی است که تصمیم می گیرند از ترس های خود فرار کنند، در حالی که اگر همیشه دارای نگرش مثبت باشید و خود را مطابق کمبود امکانات آماده کنید، نگرانیتان در مورد نتایج کمتر خواهد شد. برای چند لحظه تصور کنید که با ترس‌های خود مقابله کرده اید و در کار خود موفق شده اید. فقط کافی است بدون در نظر گرفتن نتایج وارد میدان شوید و در مسابقه زندگی شرکت کنید. قطعاً برنده می شوید. با وجود اینکه می ترسید به مسیر خود ادامه دهید. برای مثال فرض کنیم از صحبت در میان جمع واهمه دارید، اما با ترس خود مقابله کرده و این کار را انجام می دهید. لحظه ای که قبل از مخاطبین از جا بلند شوید و سخنرانی کنید، برنده هستید. ممکن است پاهایتان سست شود و صدایتان بلرزد، اما مهم نیست. شما با ترس خود مواجه شده اید و چالش را پذیرفته اید. نتیجه احتمالی این است که اعتماد به نفس شما بالا می رود و احساس خوشایندی به شما دست خواهد داد. در قدم اول احساس نخواهید کرد که برترین سخنران دنیا هستید. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ اجازه دهید بیشتر توضیح دهم. شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که با یک اجرا سخنران کاملی شوید. آیا بعد از اولین بازی تنیس برترین بازیکن می‌شوید؟ یا بار اولی که وارد آب شوید بهترین شناگر محسوب می شوید؟ شکوفا شدن مهارت به زمان نیاز دارد. به خاطر دارم که در سال 1988 اولین سخنرانی انگیزشی خود را اجرا کردم. اجرای من به گونه ای بود که از شب قبل چیزی آماده نکرده بودم. من برای گروهی از مشاورین املاک بحث آزاد ارائه دادم و باید بگویم بسیار ترسیده بودم. نمی توانستم به صورت آنها نگاه کنم. خوشبختانه متن ارائه من بسیار جامع بود و همه حضار به خوبی پاسخگو بودند. اما برای اینکه بتوانم سخنران خوبی شوم، راه طولانی را در پیش داشتم. سخنرانی دوم کمی بهتر بود. زمانی که سخنرانی‌های بیشتری ارائه دادم، کمتر به یادداشت‌های خود نگاه می‌کردم و سعی می‌کردم تماس بیشتری با مخاطبین داشته باشم. اکنون بعد از گذشت 11 سال سخنران حرفه‌ای شدم که در هر سال در مقابل هزاران نفر از مردم آمریکا سخنرانی می‌کند. اما فراموش نکنید این موفقیت با سخنرانی معمولی پسر ترسوی آغاز شده که در سال 1988 ارائه داده بود. بهترین راه برای فرار از زندان ترس قبول مسئولیت است. او به دنبال آرزوهایش رفت. مایل هستم داستان زنی را با شما در میان بگذارم
که چیزهای زیادی در رابطه با فرار از منطقه امن می داند. نام او دوتی است. او به مدت 32 سال معلم زبان مدرسه‌ای در شهر نیویورک بود. او از شروع سن 10 سالگی تمایل داشت تا وارد حرفه نمایش شود. او هرگز به طور جدی به این قضیه نگاه نکرد و در نتیجه شغل معلمی را با مزایای و دستمزدهای معمولی انتخاب کرد. دوتی حین تدریس به نوشتن ترانه و اجرای آنها مشغول شد. این کار فقط جنبه سرگرمی داشت، اما باعث زنده نگه داشتن رویای او می شد. در اواخر سال 1980 دوتی تصمیم گرفت بازنشسته شود و به دنبال حرفه جدید خود، یعنی خوانندگی برود. دوتی در تابستان 1988 استعفانامه خود را ارائه داد و ترسی وجودش را فرا گرفت. دوتی از اینکه خطر انجام کاری ناآشنا را پذیرفته بود بسیار ترسیده بود، طوری که استعفانامه خود را پس گرفت و به حرفه قبلی خود یعنی تدریس بازگشت. اما چیزی از درون باعث می شد که دوتی تسلیم نشود. 6 ماه بعد و در ژانویه 1989 او با ترس خود مقابله کرد و بازنشسته شد. در آن زمان دوتی 50 ساله شده بود. در سال 1992 دوتی تک نمایش موزیکال خود را اجرا کرد. نمایش او بر مبنای ترس او نسبت به ترک حرفه معلمی و شروع حرفه جدید بود. در بهار سال 1998 و در حالی که دوتی 60 ساله شده بود، ترانه شگفت‌انگیز او با نام من عاشق کامپیوتر خود هستم وارد بازار شد. ترانه های او جالب و الهام بخش بودند. او این ترانه ها را در کاباره شهر نیویورک نیز اجرا کرد و سعی کرد ترانه ها و داستان های اصلی خود را در تئاترها و کاباره ها اجرا کند. دوتی اولین کسی است که چالش ها و موانع موجود در تغییر شغل خود را پذیرفته است. آیا این کار ارزش دارد؟ طبق گفته دوتی، من تا کنون در زندگی آنقدر خوشحال نبودم که اکنون هستم. دوتی، از تو به خاطر مقابله با ترس‌های موجود و تشویق ما برای دنبال کردن رویاهایمان تقدیر می‌کنیم. فرار از ترس یک استراتژی از پیش شکست خورده است. فقط عمل کنید. امرسون نکات ساده ای را پیشنهاد کرده است. اگر این نکات را در پیش گیرید می توانید زندگی خود را تغییر دهید. او گفته است کارهایی که از آن واهمه دارید را انجام دهید و یقین داشته باشید ترس وجودتان از بین می رود. می دانم که این عبارت کاملا منطقی است، اما بعضی از افراد واهمه دارند که به آن عمل کنند. سخنان مرا در مورد تاوانی که باید در هنگام فرار از ترس بپردازید به خاطر بیاورید. در نتیجه فرار از ترس یک استراتژی از پیش شکست خورده است. این استراتژی تنها موجب یأس و ناامیدی شما می شود. این جملات از تجربیات شخصی خودم نشأت گرفتند. وجود اندکی ترس هیچ مانعی ندارد. افراد موفق نیز دارای ترس‌هایی در وجود خود هستند. تفاوت در این است که افراد موفق مسئولیت انجام کار را بر عهده می گیرند و علی‌رغم ترس‌های موجود به کار خود ادامه می‌دهند. هیچ تضمین نمی‌کنم که انجام این کار آسان باشد،
اما زمانی که با ترس‌های وجود خود مقابله کنید، احساس بهتری پیدا خواهید کرد. در 14 سال گذشته این افتخار را داشتم تا به سرتاسر ایالات متحده و کشورهای خارجی سفر کرده و در مقابل هزاران نفر سخنرانی کنم. در طول این مدت با فردی ملاقات نکردم که با ترس‌های خود مقابله کند، مسئولیت انجام کاری را به عهده گیرد و سپس پشیمان شود. اما افراد زیادی را ملاقات کردم که نسبت به فرار خود از ترس‌ها و نابودی رویاهایشان احساس پشیمانی می‌کردند. طبق گفته یکی از دوستانم، جزو افرادی نباشید که اجازه می‌دهند ندامت و پشیمانیشان جایگزین رویاهایشان شود. بنابراین کمی به خود فشار بیاورید و با ترس‌های خود مقابله کنید و منطقه امن خود را گسترش دهید. ماهیچه شجاعت نیست می‌تواند با تمرین کردن همانند دیگر ماهیچه‌ها رشد کند. زمانی که فعالیتی خارج از منطقه امن را برای بارها انجام دهید، می‌دانید چه اتفاقی می‌افتد؟ انجام این فعالیت بخشی از منطقه امن شما می‌شود. پاداش دیگری نیز به هنگام وسعت منطقه امن وجود دارد. اگر بر ترس‌های خود غلبه کرده و مسئولیتی را در زندگی خود به عهده بگیرید، حس اعتماد به نفستان در نقاط دیگر هم افزایش خواهد یافت. این موضوع حقیقت دارد، همانطور که در سخنرانی اعتماد لازم را به دست آوردن می توانم یک فروشنده، تاجر و شنونده خوب هم باشم و بر فهرست توانایی های خود بیفزایم. شما می توانید روی چیزهایی که به آنها علاقمند هستید متمرکز شوید، اما تا زمانی که به نگرش و آشفته بودن تمایل داشته باشید، نمی توانید توانایی خود را به تکامل برسانید. زندگی به افرادی که از مشکلات و سختی ها اجتناب می کنند پاداش نمی دهد. حس برنده شدن از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع بدان معناست که با وجود ترس‌های موجود مسئولیت انجام کار را به عهده بگیرید. با ترس‌های خود مقابله کنید. شما در مسیری قرار دارید که می توانید توانایی‌های خود را گسترش داده و با هدایت هیجان خود آن زندگی که شایستگیش را دارید تحقق بخشید. این تصمیمی است که هیچ وقت از گرفتن آن احساس ندامت نخواهید کرد.